و بعد از العراقیه چه حربه‌ای داره. در نتیجه این سیک فقط برای مصرف داخلی خودشه. اگر میگیم جنگ روانی به لحاظ ماهیتاً درست، ولی باید همین جنگ هم تا همین نقطه دستاوردی داشته یا نه. دستاوردش میگونه شدن همین موضوع است. یک مدت بحث آغوش گرم خانواده بود و عاطفه، بعد بحث سیاست بود دست مخته ولایت فقیه، بعد هم فحاشی، بعد هم دیگه نمیدونن چی کار کنن. یک بار آهنگ پخش میکنن، یه بار آسفاد بردی اشرف آتیش میزنن، یه بار میاد چرا با ما حرف نمیزنید، مگه شما سنگ هستید و غیره و غیره. این دست آوردش تا الان. اما اون چیزی که به لحاظ فردی ما باید این جنگ بپردازیم، میپردازیم و وظیفمونه، اما این فرع قضیه است. چون وقتی ما دشمن رو بیشتر احساس میکنیم، ناجرم احساس نیاز بیشتر به وحدت پیدا میکنیم و در نتیجه ارزش‌های انقلاب و خرمیان رو بیشتر تعمیق میدیم و در تکاپوی مستمر برای فدا و صداقت بیشتر با پیرامونمون هستیم. یک بار برادر مسعود گفتن وقتی دیگ تنوره میکشه رمز ماندگاری اعتلا در فدای حد اکثره. بله، به همین خاطر بیا بیا گفتیم و باز هم میگیم و در نتیجه خدا را هم به خاطر داشتن چنین دشمنان احمق شکر میکنیم که با ما در رسیدن سریع به اهدافمون کمک میکنن. اما نکته آخر، بخاطر ما مزدوران دانه‌داری که ده ماه شب و روز به فحاشی علیه ما مشغولند، مخصوصا نامادرین، اون چیزی که باید با شما گفته میشد در این ده ماه به بهترین وضع زده شد، مخصوصا در مراسم سوگند. چه پیام روشن ما به لوتی امامدار ولایتتون بود که در پوش شما مزدوران کسی که به اصطلاح خانواده برای آزادی ما جوانان احساسی و بی تجربه به مکیدن خون ملت مشغوله. البته راست میگن، ما احساسی هستیم، ولی در مقابل سنگسار زنان، در مقابل تجاوز به دختران و پسران در زندان ها، در مقابل دست بریدن و چشم از حدقه در آوردن واقعا احساسی هستیم و واقعا بی تجربه از اون تجربه هایی که شما در کشیدن خون به اصطلاح ایدامی ها در شب قبل از اعدام دارید. اما یک سری تجربه هایی داریم که میدونیم چطور آشغال های مثل شما را از صفحه روزگار پاک کنیم و به زوالدان تاریخ برسیم. مثل همون تجربه که بر اجداد شما در مقابل جوانان آگاه این سرزمین تحمیل شد، مثل همون تجربه که خمینی رو از ماه به چاه کشوند، مثل همون بلایی که به قول خود خمینی مجبور شد جام زهر رو بالا بکشه و به گور بشینه، و بالاتر از همه اینا در سفیری که از ایستادگی اشرف به تمام جهانیان دادیم. برادر مسعود گفت اگر اشرف بایستد جهان به ایستادگی برمیخیزد. خب الان اوضاع در خیابان‌های تهران تا کشورهای اروپایی آمریکایی تا همین افغانستان و پاکستان و لبنان و عراق و تا بیت عنکبوت خودت چطور پیش میره. در نتیجه آزمود را آزمودن خطاست، ولی اگر همچنان قصد آزمایش اراده اشرفی را دادید، بیا بیا شعار ماست و میگیم وعدی هر شازد بخش با شما در تهران. این شرط کار این چیران بست و بار و زرگش ما از مراز خود ایمان نامشان شدیم برنا.